برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. وزارت اوقاف مصر اعلام کرده مسجد حضرت زینب سلام الله علیها از مهمترین مساجد قاهره به منظور تسری در عملیات مرمت به طور موقت تعطیل می‌باشد. محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر با انتشار مطلبی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: با توجه به اینکه کار توسعه مسجد سید زینب سلام الله علیها وارد مراحل پایانی خود شده و لزوم تسریع در کار اوقاف قاهره مجبور شده، این مسجد را به طور موقت ببندد تا سازمان مجری آن بتواند به سرعت کار توسعه جامعه مسجد به همراه صحن‌ها و تأسیسات مرتبط را تکمیل کند. این مسجد از روز 12 بهمن تعطیل شده و وزیر اوقاف مصر در مطلب خود تصریح کرده: امید می‌رود تا پیش از ماه مبارک رمضان عملیات مرمت به پایان برسد. برخی اقوال وجود دارد که این مسجد را محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها عنوان می‌کند. سه کشور عربی از جمله عراق در فهرست 10 کشور اول خریدار طلا در سال 2023 هستند. داده‌های اخیر جمع‌آوری شده توسط واحد تحقیقات انرژی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی لیبی، عراق و قطر جزو 10 بانک خرید طلا در سال 2023 بودند. بانک ملی چین در صدر بانک‌های مرکزی در خرید طلا قرار دارد و پس از آن لهستان و بانک مرکزی سنگاپور خریدار طلا از بازارهای توسعه یافته هستند. بانک‌های کشورهای لیبی، چک، هند، عراق، قطر، فیلیپین و قرقیزستان هم در جایگاه‌های پنجم تا دهم این فهرست قرار گرفتند. شیلی به دلیل آتش‌سوزی گسترده جنگل‌ها روز جمعه وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اثر این آتش‌سوزی تا کنون 51 نفر جان باختند. به گفته سازمان ملی جنگل‌های شیلی، تا کنون حدود 480 هکتار از اراضی جنگلی تنها در منطقه والپاریسو سوخته است. موج گرما در روزهای آینده آرژانتین، پاراگوئه و برزیل را نیز تهدید می‌کند. این آتش‌سوزی‌ها به دلیل موج گرمای تابستانی و همچنین خشکسالی ناشی از پدیده آب و هوای النینو است که بخشی از آمریکای جنوبی را تحت تأثیر قرار داده است. دانشمندان هشدار می‌دهند که گرم شدن سیاره زمین خطر بلایای طبیعی مانند گرمای شدید و آتش‌سوزی را افزایش داده است. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد بالگرد اداره هوانوردی اداره کل پلیس این کشور در پرواز از هاتای به قاضیانتب در نزدیکی روستای کارتال استان قاضیانتب سقوط کرد. گفتنی است در این حادثه علاوه بر دو خلبانی که در این حادثه جان باختند، یک تکنسین نیز زخمی شده است. وزیر کشور ترکیه تا لحظه انتشار این خبر علت سقوط این بالگرد را بیان نکرده است. منابع رسمی میگویند که حکومت موقت پاکستان تصمیم گرفته مهلت اقامت 1.4 میلیون مهاجر ثبت نام شده افغانستانی را تا 2 ماه دیگر تمدید کند. به گفته این منابع تصمیم تمدید کارت اقامت این مهاجران در تازه ترین نشست کابینه دولت فدرال گرفته شده است. وزارت داخله پاکستان شمار مهاجران غیرقانونی افغان را که باید این کشور را ترک کنند 1.7 میلیون نفر اعلام کرده است. به گفته مقام‌های پاکستانی از شروع برنامه اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی در ماه اکتبر 2023 حدود 500 هزار شهروند افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. فیسبوک در حالی 20 سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد که با 3 میلیارد کاربر حدود 60% کل کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است. فیسبوک با این تعداد کاربر محبوب ترین شبکه اجتماعی است و در رده‌های بعدی یوتیوب، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک قرار دارد. از 10 اپلیکیشن پر دانلود جهان در سال گذشته، 6 اپلیکیشن متعلق به متا است و این شرکت بعد از گوگل بزرگترین فروشنده تبلیغات در جهان است. ارزش بازار متا از 1 تریلیون دلار عبور کرده و درآمد آن در 3 ماهه سوم سال گذشته به 34 میلیارد دلار رسید.